به یاد داوید اسحاقیان. تنها فکری که در مخیلم خطور نمی کرد این که روزی از روزها بتونم به خودم اجازه بدم که در فقدان عزیزترین عزیز جامعه یهودیان ایران و نزدیکترین دوست دوران بلوغ و جوانی تا به امروز سخن سرایی کنم و در مورد این بزرگ مرد استثنایی سخن بگویم. درباره داوید اسحاقیان باید به طور یک سمبل نسل گذشته و حال صحبت کرد و هرگز فعل گذشته به کار نبرد. داوید نمونه کاملی از مردانگی، معرفت و دوستی، عشق و محبت، رفیق شفیق، یک رنگی و یگانگی، همراه و همدم به ما و تمام اطرافیان و تمام انسان هاست. این دوست گرانمایه، این همسر با وفا به عشق افسانه و این پدر فداکار و پر از عشق و محبت برای ارسلان عزیز و یاسمن زیبا و دوست داشتنی، نه تنها در زندگی داخلیش بلکه برای تمام خانواده های اسحاقیان و اخوان و همینطور کلیه دوستان و افرادی که با او در ارتباط بودند نقطه عطفی گرانبها به شمار می آمد. داوید جان، ای درویش مسلک و پیرو مکتب شاه درویشان مولانای بزرگ، فلسفه زندگیت را بنا کردی بر عشق و محبت و دوست داشتن انسانها، عشق به زنده بودن و زندگی کردن، شاد بودن و شاد کردن دنیایت، شاد کردن افتادگان و دستیاری و کمک و همدردی با دردهایشان. بارها و بارها در تماس‌های هفتگی من نگران خانواده‌های مستمند بودی، از من درخواست می‌کردی به یاری آنها بشتابم تا در فرصت مناسب دینت را ادا کنی. در هر فرصتی که با هم بودیم و یا در مکالمات تلفنی من افتخار می‌کردی و با عشق و احترام خاصی در مورد عشق زندگیت افسانه جان و امید آینده‌ات ارسلان عزیز و یاسمن زیبا و قشنگ و دوست داشتنیت سخن می گفتی و با غرور خاصی که مختص به خودت بود پروردگارت را شکرگزاری می کردی. داوید جان، می دونم در این لحظاتی که مشغول صحبت با تو هستم تو در کنار فرشتگان با اون صورت قشنگ و لبخند دلنشین همیشگیت و با تمام وقار و شخصیت با من هستی و حرفهایم را می شنوی. خوشا به حال خدا و آسمان و فرشته ها که تو را در پیش خود دارند. من به فرشتگان حسودی می کنم. بدون که در قلب و فکر و ذهن و وجودم تا ابد جا داری و تنین صدای زیبا و دلنوازت تا هستم با من خواهد بود. همینطور در قلب عشقت افسانه و امیدت ارسلان عزیز و یاسمن زیبا و کلیه دوستان و اطرافیان و کسانی که باهاشون رفیق واقعی بودی تا ابد ماندنی است و در هر شرایطی با ما خواهی بود. خانواده محترم نجات اسحاقیان، خانواده محترم عزیز اسحاقیان، خانواده محترم حوری جان و خانواده محترم اخوان و تمام خانواده های وابسته، داوید اسحاقیان با ماست و من و خانواده‌ام خواستار بقای شما عزیزان هستم. اگر داوید پشت کرد و به راه ابدی پیوست، امیدوارم پروردگار عالم روی خوشش را به تمام ما بازماندگانش نشان دهد. آمین. موعظه بنایان.